فرانسه که آقای دوفن آشنا هستید، سیاوش اوستا، جایزه بزرگ گراند پری اومانیته یا جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه رو، جایزه تلاش رو دریافت کرده. کیست تویی، عرض تویی، زن آزاد منم، دیو تویی، فتنه تویی، مرد آزاد منم، این دیگر افسانه نیست، ده ها که زمان تویی، این دیگر افسانه نیست، کابه آهنگر منم. نگو سلام، بگو درود، نگو شعر، بگو سرود، نگو شکر، بگو سپاس، ولی مقصد. خوش آمد به برادر گرامی و درود بر الان شما یه کاری کردی، الان یه اپیدمی شده در جامعه، همه میگن درود درود به شهادت علیرضا میبودی گرامی، به شهادت حسین مهری عزیز، اینایی که پاریس بودن با شما، همه اینا درود از شما نشنیدن. اون موقع ها مثلا میگفتیم سیاوش اوستا و این بار همراه با درود. ببینید یه زمانی چقدر میتونست قصه درست بکنه و برای اونهایی که میخوان بهانه بگیرن یا توی خزینه میگن آقا گرد خاک نکن، سیاوش اوستا و درود هم میگفت. ولی امروز میبینم که جلوی دوربینا با هم دیگه دعوا میکنن، آقا سلام چیه درود میگفتن آقای درودیان به قول شما به ما، و به گونه‌ای به طنز میگرفتن این قضیه رو واقعا 20 خورده سال پیش. دستتون درد نکنه واقعا. جا ایرانه یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار، اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا نته کشونه خدا شدی که خواستم بخونم، مربوط به یک کشتیست و یک مراسمی در روی آن. قضیه این استش که یکی از دوستان عزیز ما در پاریس، مادرشون در مشهد به رحمت ایزدی میپیونده، آقای دکتر حسن عباسی، و مدیر مسجد شهر فرهنگ دارد یا آقای ایران در این شهر، و نویسنده کتاب قرآن سوری به سبک فارسی و از میترا تا محمد، و ایشون مادر بزرگ هم بچه. و بعد سنت شکنی کردن و نوشتن که سانه سنت شکنی بزرگی در تاریخ سوگواری و عزاداری مرسوم به ایرانیان نمیده و مراسم یادبود مادر را در سالانی مجلل که بیشه جشنهای استقبال و تولد و کنسرت هست برگزار نموده و با پخش آهنگ‌های ایرانی هنرمندان که به یاد مادر خوانده بودند برنامه یادبود را آغاز نمودند. مراسم کهنانی مادر برای رود سن و در یک کشتی باشکوه با حضور کمی از دوستان هنرمندان برگزار شد. از تصادف کار هنرمندان عزیزی که از آذربایجان اتحاد جماهیر شوروی سابق برای انجام کنسرتی به پاریس آمده بودند در این مراسم شرکت نموده و با موزیک و آوازهای حماسی و پرشور آذری یاد جاودان روح و روانهای انسان را گرامی داشتند. این سنت شکنی بزرگ که در سوک عزیزی با آهنگ و پایکوبی و با او بدرود بگویند مورد توجه همه حاضرین و دیگرانی که خبر آن را شنیدند واقع شد. امید است که این شیوه فراگیر گشته و ایرانی جز به شادی نکوشد و حتی در هنگامهای سخت زندگی با بزم آهنگ روح و با بزم آهنگ روح و روان حاضران را دیگرگون نموده و روان رفتگانشان را نیز شاد سازد. خبر بسیار مهمی که میخوام بهتون بدم از سر تا سر دنیا، شما میتونید برام برنامه‌های ویدئویی بفرستید از طریق یوتیوب، youtube.com/mehrtv، youtube.com/mehrtv. شما از این طریق میتونید مستقیم با تلفن دستیتون فیلم برداری کنید برای ما بفرستید، یا تو کامپیوترتون بذارید برای ما بفرستید، ما ازش استفاده میکنیم. به همه دیگه هم خبر بدید youtube.com/mehrtv. میتونید تمامی برنامه‌های خودتون رو، خبرهای خودتون، هر اتفاقی در ایران میفته توسط فیلم
برای ما بفرستید یاران مهربان. mehrtv.com هم میتونید برنامه ما رو اونجا روش ببینید. دستان گرم همه شما رو میفشارم و تا برنامه دیگر همه رو به خدای بزرگ.